دوستان و بینندگان عزیز، در خدمت شما برنامه ویژه ارتباط مستقیم این هفته به مناسبت 53 سالگرد تأسیس سازمان مشاهدین خلق ایران رو ادامه میدیم. اجازه میدید من یکی از پیام هایی که به دستم رسیده از زندانیان سیاسی این رو براتون بخونم، بعد گفتگوی داریم با برادر مجاهدمون علی خدایی صفت. جمعی از زندانیان سیاسی زندان دیزل آباد کرمانشاه پیامشون رو اینطور شروع کردن: 53 سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران مبارک. 52 سال پیش در روزگاری که سلطه دیکتاتوری سلطنتی پهلوی نفسهای مردم ایران را در سینه حبس کرده بود و هم مدعیان آزادی در تسلیم طلبی و سازش منفعل شده و دنبال زندگی خود رفتند، محمد حنیف نژاد و یارانش سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان سازمان مجاهدین خلق ایران را تأسیس کردند. سازمانی که سرلوحش فدا و صداقت بوده و همین هدف رمز ماندگاریش تا به امروز است. سازمانی که امروز با سابقه مبارزاتی دیرپا به مظهر مقاومت و پایداری و آلترناتیو حکومت ضد انسانی آخوندها تبدیل گشته است و می رود تا با رهبری قیام توسط کانونهای شورشی در همه جای ایران بساط این رژیم فاسد و تبهکار را از صحنه ایران این زیباترین برچیند. ما به عنوان جمعی از زندانیان سیاسی در زندان دیزل آباد به وجود سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در دوران سرنوشت ساز کنونی افتخار می کنیم و 53 سال تأسیس سازمان را به رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواهر مریم و مجاهدان سرفراز تبریک و تهنیت میگوییم. جمعی از زندانیان سیاسی زندان دیزل آباد کرمانشاه، شهریور 97. درود بر این زندانیان و پایداری و عزم سترگشون. همچنان گفتم در این قسمت از برنامه آقای علی خدایی صفت رو همراه خودمون داریم، تماسمون وصل هست و فرصتی هست تا با ایشون گفتگویی انجام بدیم. یادآوری بکنم که برادر مجاهدمون علی خدایی صفت هم از مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران هست که بهتره توضیحات بیشتر رو از خلال خاطرات و توضیحات خود ایشون بشنویم. برادر علی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوشحالیم که میتونیم صدا و تصویر شما رو داشته باشیم. سالگرد تأسیس سازمان، 53 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به شما تبریک میگم و به شما خوش آمد میگم. بسیار ارزنده تاریخی سالگرد تأسیس سازمان پر افتخارمون، سازمان مجاهدین خلق ایران، و خیلی افتخار میکنم به این خاطر. این سالگرد فرخنده رو، این تولد فرخنده رو تبریک میگم به رهبری پاکبازمون برادر مسعود و خواهر مریم، همچنین به مسئول اول عزیزمون خواهر زهرای گرامی که در یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین سرفصل‌ها و برهه‌ها در شرایطی که به قله داریم نزدیک میشیم، به قله پیروزی، مسئولیت این سازمان رو به عهده گرفتن. امیدواریم که شایسته باشیم و شایسته باشم برای اینکه اون چرا که میخوان به اون ترتیبی که هست به عهده بگیریم و مسئولیت هامون رو انجام بدیم. بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما برادر علی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. ما قبل از شما در گفتگوهایی که داشتیم با برادر شریف یا برادر مهدی از خاطرات شروع کردیم و صحبت کردیم و بسیار هم جالب و شنیدنی بود اون چیزهایی که شنیدیم و گفتن. من اگر اجازه بدید میخوام با شما هم از همینجا شروع بکنیم. در اون دوران یعنی در دهه 50 شما چطور مجاهدین رو پیدا کردید؟ چی شما رو به طرف مجاهدین کشوند و مشخصاً چه چیزی جذب کرد که خلاصه راه و مسیر زندگی شما رو در اون مقطع تغییر داد؟ بله، من راستش خیلی وقتها خدا رو شکر میکنم خیلی زیاد، البته میدونم که
از عهده شکرش نمیتونم بر بیام، به خاطر اینکه در اون دورانهایی که راه خیلی تاریک بود، ناهموار بود، هنوز کوبیده نشده بود، این نعمت رو در اختیار من گذاشت که از دو طریق من به طور همزمان راه برام باز شد به سمت هدایت و به سمت سازمان مجاهدین. یکی توی خونه بود که الان اشاره کردین، برادرم مهدی قبلا مثل که بوده توی همین برنامه. خب من دانش آموز بودم اون موقع، کلاس 4-5 دبیرستان، شاهد تغییرات شخصیتی و این تغییراتی که مهدی میکرد توی خونه بودم، فکر کنم سال 48 و اینا بود. و بعدها فهمیدم که در همون دورانها رابطه با سازمان برقرار کرده بود و دوره های به اصطلاح عضویت خودش رو طی میکرد. این تغییرات خیلی برای من جالب و قابل توجه بود و خلاصه کنجکاوانه دنبال میکردم. توی خونم که خب نمیشد همه چی رو پنهان کرد. تغییر رفتار، تنظیم، صحبت ها، برنامه ها، حالا البته هیچ صحبت سیاسی چیزی نمیکرد، ولی همه اینها رو من تأثیر گذار بود. بعدم دوستانش که اونجا رفت و اومد میکردن، از جمله بعدها شنیدم که حنیف کبیر جز کسانی بوده که به خونمون میمده، بعدن هم خیلی حسرت خوردم که چرا یه بار من نرفتم توی اتاق و خلاصه خورشید رو اونجا ببینم. همون موقع ها دوره هایی که بعد از سال 50 دیگه فهمیدم که جریانات چی بوده، اینا خیلی از خاطرم میگذشت. و یا مجاهد قهرمان محمود عسکری زاده که هم دانشکده مهدی بود و می اومدن اونجا خونه، خیلی وقتا میرفتم صحبت میکردم باهاش در همون عالم دانش آموزی. یادمه که برخورداش خیلی تاثیرگذار بود، صمیمانه، نزدیک، و از من سوال و جواب میکرد و اینا. همه صحنه ها تو خاطرم مونده و حک میشد. من میدیدم که مثلا مهدی زیاد کتاب میخونه تو همون دوره های تغییر و تحول. کتابا رو زیر نظر میگرفتم که چیه، بعد میرفتم وقتی خونه نبود توی کمدش لابلای کتابا مخفی کرده بود، خلاصه پنهان کرده بود، اینا رو پیدا میکردم و میخوندم و خلاصه اینها زمینه ساز میشد. گفتم از دو طریق. یک طریق دیگه هم در دبیرستانمون بود که ما اونجا در بین معلمینی که داشتیم، دبیرهایی که داشتیم، سه نفر بودن که با همه فرق میکردن. یکی همین برادر شریف عزیز بود که الان مهمان برنامه شما بودن و من صحبتاشون رو داشتم گوش میدادم و مثل از همون زمان تا الان آموزش میگرفتم واقعا از صحبتاشون، که اون موقع اونجا به عنوان دبیر بودن ولی معلم آموزش انسانیت. و همون موقع تو همون عوالمی که ما حس میکردیم و الان به خاطر دارم، و اندیشه و خلاصه تغییر و تحول، معلم این چیزا بودن. یکی دیگه از معلمینی که اونجا بود، الان برادر شریف اشاره کردن، مجاهد قهرمان اصغر منتظر حقیقی بود که اونجا معلم بودن و خیلی تاثیرگذار بودن روی من و تعداد دیگه‌ای که اونجا از دبیرستان بودیم، که در سال 51 در یک عملیات خیلی قهرمانانه، درگیری خیلی قهرمانانه با ساواک به شهادت رسید. یکی دیگه هم برادر مجاهدمون محمد حیاتی بود که من از طریق اون بیشتر آشنا شدم و نزدیک شدم. داستاناش خیلی طولانیه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم و الا میتونستم جزئیاتی رو بگم که چجوری منو با این به اصطلاح داستان و با خلاصه رویکردهای اون زمان آشنا کردن و خلاصه ما گام به گام با این معلمینمون اومدیم و خلاصه سازمان رو شناختیمون، به سازمان وصل شدیم توی همون دورانی که بعدش خلاصه به سال 50 ختم شد و تحولاتی که بعدش بود. بله. این از نحوه آشنایی با سازمان. بله، خیلی جالب بود. من سوالات دیگه هم دارم. برادر علی اجازه بدید که صحبت‌های هموطنانی که بامون در تماس هستند رو کوتاه بشنویم، بعد برمیگردم از شما سوالات دیگه رو میپرسم. بله. آقای محمد بهروزی از آلمان رو همراه خودمون داریم. آقای بهروزی سلام میکنم خدمتون. خیلی خیلی خوش آمدید، بفهمید، خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به شما آقای رفیعی و مهمون عزیزتون آقای خدایی صفت، و خیلی خوشحالم که در این ساعت با شما صحبت میکنم. ولی پیش از این که
صبحان شروع کنم میخوام شهادت سرفراز 3 فرزند دلاور کردستان رو به مردم کردستان، خانواده هاشون و زندانی های سیاسی مقاوم تسلیت و تبریک بگم که این نشون دهنده ضعف و زوال رژیمه. سلام و درود میکنم به بنیانگذاران سرفراز سازمان رزم و فدا و صداقت عشق، حنیف بزرگ، سعید محسن و اصغر بدیزادگان، فرزندان در ایران زمین که با تأسیس سازمان امید آرزو رو در دلهای مردم ما شکفتند. میلاد 53 سال بنیانگذاری سازمان رو به رهبری مقاومت و تک تک اعضای سازمان و تمام مردم ایران شاد باش میگم. تو برنامه امروز از خاطرات خیلی صحبت شد. اگر اجازه بدیم منم یک خاطره دارم از شهید بنیانگذار سعید محسن. من پدر مادرم زنجانی هستن. یکی از بستگان ما که از اعضای سازمان بود در اون سالها با من صحبت کرد و در فیلم کنم اوائل سال 43 بود. ما به آپارتمانی که در شمال دانشگاه تهران در بولوار کنار سینمای بولوار بالای یک اقلیه فروشی معروف بود، اون موقع فکر میکنم 444 همچین نامی داشت، که چندین بار برادر شریف و دیگه بچه های مجاهدین در این رابطه صحبت کردن. خب من خانواده سعید محسن رو به لازم که همشری پدر مادرم بود از دور میشناختم، ولی آشنایی حضوری شخصی باشون نداشتم. البته میدونستم اگه خانواده نسبتا مرفعی هم، خانواده های تحصیل کرده بودن، پدرشون خانواده بسیار محترمی در زنجان بودن و شناخته شده بودن، چون پدرشون دفتر اسناد رسمی اونجا داشت. ما اون روز رفتیم با یک به اصطلاح اندازه هایی که تو ذهنم بود از نظر مادی. خب میدونستم که پست مهمی هم سعید در وزارت کشور داره. وقتی وارد این آپارتمان شدیم اصلا من تمام اون ذهنیت هم فرو ریخت. من تا اونجا که میدونم تو اتاق تو همشهرم بود، چون یه پرده بود ما رو از اتاق بعدی جدا میکرد، نگاه کردم در دیوار، دیدم تمام وسایل خونه رو بدون اغراق میشه دو تا چمدون متوسط رو بزرگ جا داد. سعید آقا پست مهم در وزارت کشور تحصیل کرد، این زندگیشه. خب این در مقابل زندگی ما که این خانواده متوسطی بودیم بسیار محقرانه مرسنی. من تمام ذهنیت های مادی منو تا همون لحظه اول اون خونه ریخت به هم. بعد شخصیت خود سعید، اولا ایشون بسیار خوشرو، خوش سیما و خوش صحبت بود، همونقدر که جدی بود گاهگداری شوخی هم میکرد و این از نشاط و سرزندگی صحبت میکرد. خلاصه اون روز برای من روز بسیار بزرگی بود. بعد هم البته من یک بار با ایشون و همون فامیلمون در شبای احیای امام علی تو مسجد رعایت بودیم که آقای طالقانی بود و بعدها من متوجه شدم که تمامی بنیانگذار و بسیار از مرکز سازمان اونجا بودن. خب من نمیشناختم و این بعدا باعث حسرت من شد. اینا بودن که این سازمان رو ساختن، با از خود گذشتگی، از جان و مال خودشون گذاشتن. دفاعیات سعید تو دادگاه بیدادگاه شاه معروفه، با چه خلوص و افتادگی از مردم صحبت میکنه، اونجایی که دادستان بیدادگر رژیم استبدادی میگه شما برای چی داریم واسه مردمی که نمیفهمند، خیلی عذر میخوام، این کارا رو میکنین. سعید با شهامت میگه ما هر چی داریم از اوناست، ما به مردم بدهکاریم. این خاطره بود که من از شهید بنیانگذار داشتم برای تجلیل و تکریم از اون عزیزان. اینو گفتم البته باید از فرزندان دلیر مجاهد در این روزها، در این سالها هم قدردانی کنیم، واقعا که چه شهامتهایی، چه دلیری هایی کردن، به ویژه در اشرف و در لیبرتی. اشرفی که یه زمین بایر بود با همون ایده های انسانیشون شهری تحویل اون مردم دادن. ای کاش میتونستن
عوامل رژیم حاکم عراق به نفع مردمشون استفاده کنن. بچه‌ها اونجا همتون میدونید اهالی اون دوره بعد از نظر آبرسانی، خدمات پزشکی و و و کمک میکردن و این نشون دهنده گوشه‌ای بود از آینده ایران. در اینجا بد نیست که یاد آقای طالقانی رو هم بزرگ بدارم که صحبتش رو برادر شریف گفت موقعی که ایشون فوت کردن، ماها در صفوف سازمان شعار می‌دادیم پیام طالقانی شهادت است و شورا. عوامل رژیم با خفت خاری فریاد می‌گیرن پیام طالقانی اطاعت از امام است. و وقتی ما این شعار می‌دادیم، یعنی من فکر می‌کنم که روشن دیگه توضیح ندم. هر حال این روزو به همه مجاهدین رهبری دوباره تبریک میگم. امیدوارم که همه ما شاهد برپایی دولت عشق در ایران زمین باشیم، این بهترین وطن. برای همتون سلامتی، پایداری و پیروزی بیشتر آرزو میکنم. درود بر شما. خیلی ممنونم از تماستون و خاطرات انگیزانندهی که گفتید از بنیانگذاران سازمان، به خصوص بنیانگذار شهید سعید محسن. از نروژ هم احسان را همراه خودمون داریم. به احسان سلام میکنم، خواهش کنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون. همچنین تبریک میگم خدمت تک تک مجاهدین، هوادارانشون و همچنین همه آحاد مردم ایران، مردم آزادی خواه ایران، کارگر تاسیس سازمان رو. من خیلی خلاصه سعی میکنم نکات هم بگم که میدونم وقتتون خیلی کمه. این عدد 53 سال شاید برای نسل من، نسل جوان، شاید واقعا درکش کمی سخت باشه که یعنی خیلی از کنارش راحت گذر کنن 53 سال رو، ولی در واقع اگه آدم به تاریخ نگاه کنه میبینه که واقعا 53 سال یک نیروی پیشتاز، یک نیروی مقاومت مبارزه کنه و پابرجا بمونه یعنی چی. ما اگر به شرایط بعد از انقلاب ضد سلطنتی نگاه کنیم میبینیم که ده ها چه بسا صد ها سازمان، حزب، تشکل سیاسی به وجود اومدن و با یک ذره سخت‌تر شدن شرایط و مبارزه اصطلاحا یا کرکره ها رو پایین کشیدن یا هم که جذب دستگاه سرکوب خمینی شدن. ولی خب از اون ور ما مجاهدین رو میبینیم که از همون سالهای ابتدایی، از سال 50 دستگیری مرکزیت و بنیانگذاران بیایم جلو. حالا من خیلی خلاصه میگم همه اینا، هر کدومش شاید روزها بشه در موردش صحبت کرد، صدها کتاب میشه در موردش نوشت، ولی به مبارزه، سالهای مبارزه در دهه 60، 120 هزار شهیدی که فدا کردن در این راه و بیایم جلوتر میرسیم به در واقع سیاست زد و بند و مماشاتی که غرب داشت با لیست گذاری، با تحت فشار قرار دادن سازمان، میرسیم به سالهای با شکوه مقاومت و مبارزه و پایداری در اشرف و لیبرتی. همه اینها واقعا هر کدومش از کوچکترین بخش این قضیه میتونست باعث از هم پاشیدگی یک سازمانی بشه که در واقع اون ایدئولوژی و اون در واقع ساختار و تشکیلات مناسب رو نداشته باشه. ولی به باور من، حالا من کوچکتر از این حرف از این هستم که بخوام اظهار نظر کنم چه شما دوستان، ولی به باور من رهبری ذی‌صلاح فدای حد اکثر و بی‌چشم داشت میتونه در واقع از یکی از یعنی مهمترین دلیل‌هایی باشه که بی‌نهایت میتونه آدم دلیل بیاره، ولی شاید یکی از مهمترین‌هاش این چند دلیل باشه که باعث پایداری سازمان شده تا این روز. و ما واقعا چقدر خوشبختیم که یک همچین سازمانی داریم. الان می‌بینیم که در واقع استراتژیک کانون‌های شورشی رو دارن پیش می‌برن بعد از همه این در واقع اطلاعاتی که از سر گذروندن، یعنی روز به روز بیشتر و بیشتر به پیش میرن. وقت شما رو نمیگیرم، هم خیلی ممنون از این وقتی که من دادیم. همیشه شاد و سربلند باشید. شبتون خوش. درود بر شما احسان عزیز، شب شما هم بخیر. یک تماس دیگه هم داریم از آلمان، اون رو هم بشنویم، صحبت‌های متین رو. سلام به متین، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام، من متین هستم از شهر هامبورگ.
میخواستم 53 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین را به همه مجاهدین و مردم ایران تبریک بگم. من از اینکه هوادار این سازمان هستم و به کمک این سازمان میخواهیم خامنه‌ای و رژیم را سرنگون کنیم خیلی خوشحالم. من میخواستم بگم که تو تاریخ ایران و تو حتی تاریخ جهان هیچ گروهی وجود نداشت اینقدر فدا کنه برای آزادی مملکتش. یک گروهی که بیش از 50 سال ضد 2 دیکتاتور جنایتکار جنگید، توطئه بعد از توطئه علیهشون اومد اما از مسیر اصلیشون خارج نشدن و امروز مستحکم و قویتر از همیشه همراه با مردم ایران برای آزادی و استقلال ایران می جنگن. من میخوام از برادر مسعود و از خواهر مریم و همه مجاهدین تشکر کنم از اینکه شما این سالیان سالها مبارزه کردید ضد ظلم و جنایت‌های آخوندا و از اینکه شما به ما امید دادید و امید میدید که ما میتونیم رژیم پلید آخوندی را سرنگون کنیم. شما برای جوانان ایران الگوی مبارزه، فدا و پایداری هستید و راه براندازی را به ما نشون میدید. بار دیگر از طرف خودم و تمام هواداران شهر هامبورگ سالگرد تأسیس سازمان را تبریک میگم و از همین جا با کانونهای شورشی در ایران یک تدا میگم: حاضر حاضر حاضر. خدا قوت و شبتون بخیر. احسن، درود بر متین. بعد علی شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، من بعدش سوالاتی رو مطرح بکنم خدمت شما. بله، درود میفرستم خیلی زیاد به دوست عزیزمون محمد بهروزی با خاطره خیلی زیبایی که از شهید بنیانگذار سعید محسن گفتند و خیلی انگیزاننده بود، خاطره هایی از پدر طالقانی و مسجد هدایت و اینها که منم همیشه یادم میاد و خاطره های خیلی انگیزاننده ای هست از همون روزها که یادم میاد همه بنیانگذاران سازمان بودن، اعضای مرکزیت سازمان. سال 49 به طور خاص یادم میاد که اونجا بودن، همون روز عید فطر و روزهای آخر ماه رمضان، و خاطره های بسیار جالبی بود که تشکر میکنم خیلی یاداوریش رو و درود میفرستم به دوست عزیزمون محمد. همچنین احسان عزیز و متین عزیز که توضیحاتی دادن در مورد درک خودشون از سازمان و همچنین شرایط کنونی و همچنین درود میفرستم به هواداران عزیزمون در آلمان. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. بله.